سلام، با ما همراه باشید با مشروع خبرهای امروز. من ناصر مدنی هستم. آوا آذری هستم. در ابتدا مروری خواهیم داشت بر سرخط خبرها. رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران: خروج اورانیوم غنی شده از کشور خط قرمز ماست. طرح احتمال قطع پرداخت یارانه نقدی از سوی سخنگوی دولت. بخش جنوبی دریاچه ارومیه تا پایان شهریور ماه خشک می شود. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران تاکید کرده است که ایران قصد موافقت با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور را ندارد. آقای عراقچی یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشرو در ژنو است. این سخنان در حالی مطرح می شود که طرفهای مذاکرات هسته‌ای با ایران در آخرین مذاکرات نیز از ایران خواسته بودند این مواد را از ایران خارج کند. پیشتر نیز خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارش داده بود که خروج اورانیوم غنی شده 20% قابل مذاکره است. سخنانی که روز بعد از آن از سوی مجلس شورای اسلامی تکذیب شد. دومین دور مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به علاوه آلمان قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در ژنو سوئیس برگزار شود. ما از هر آنچه که مردم ایران بر اساس معاهدات بین المللی از اون بهره مند هستند ذره کوتاه نخواهیم آمد. اصول ما و خط قرمزهای ما ثابت هست. ما به عنوان مثال نفس خود غنی‌سازی خط قرمز ماست که به هیچ وجه نه از اون کوتاه خواهیم آمد نه اجازه تعلیق رو میدیم. البته در خصوص شکل و اندازه ها و سطور مختلفش میتونیم مذاکره بکنیم، ولی نفس خود غنی‌سازی این برای ما خط قرمز است. خروج مواد از کشور خط قرمز ماست. ما اجازه حتی خروج 1 گرم از مواد رو از کشور نخواهیم داد. از سوی دیگر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تعطیلی سایت فوردو، تعلیق غنی‌سازی و خروج اورانیوم غنی شده از کشور را از خطوط قرمز ایران در مذاکرات آتی هسته‌ای در ژنو اعلام کرد. اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که اکنون نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. آقای کوثری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که ایران خواهان گذراندن وقت نیست. هرچند تاکنون گذر زمان به نفع ایران بوده و در این مدت ایران توانسته تعداد سانتریفیوژهایش را بالا ببرد. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای پیشین خواستار تعطیلی سایت اتمی فوردو، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و خارج کردن اورانیوم غنی شده 20% از ایران شدند. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که طرح پیشنهادی جدید تهران آماده شده و در حال بررسی‌های نهایی است. در این گزارش و به نقل از این منبع آمده است که طرح پیشنهادی جدید دارای چارچوب زمانی بوده و گام‌های اول و آخر نیز در آن مشخص شده تا مسیر مذاکرات روشن باشد. این منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اظهار داشت گام‌های میانی در طول مذاکرات و پس از برداشته شدن گام اول تعیین می شود. قرار است روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به عنوان رئیس هیئت ایرانی در نشست افتتاحیه مذاکرات ایران و 5+1 حضور داشته باشد. مذاکرات از دور دوم و پس از افتتاحیه بدون حضور دکتر ظریف و به ریاست عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ادامه خواهد داشت. در آن سوی میز مذاکرات ایران و در ژنو، وندی شرمن، دستیار و سومین مقام عالی وزارتخانه آمریکا، ریاست هیئت مذاکره کننده این کشور را به عهده دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بررسی اقدامات ایران و همچنین اقداماتی که قدرت‌های بزرگ جهان می‌توانند در برابر تهران در رابطه با تحریم‌ها انجام دهند، مهمترین موضوع این دور از مذاکرات است. هیئت آمریکایی شامل آدام زوبین، رئیس اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری و نیز تنی چند از برجسته‌ترین کارشناسان دولت آمریکا در زمینه تحریم‌هاست. طبق گزارش رویترز، زوبین از سال 2000
2006 تا کنون در این سمت است و اداره و اجرای برنامه تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا را با هدف پیشبرد سیاست خارجی و تحقق اهداف امنیت ملی بر عهده دارد. حضور زوبین در تیم مذاکره کننده آمریکایی حدس و گمان‌هایی را در رابطه با احتمال بررسی کاهش تحریم‌های ایران در صورت موفقیت آمیز بودن روند مذاکرات ایجاد کرده است. اعلام تهیه پیشنهادات تازه از سوی ایران در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند با متوقف کردن غنی‌سازی در خاک خود و خروج اورانیوم مازاد خود از کشور موافقت نخواهند کرد، این سوال را مطرح کرده که طرح جدیدی که بتواند بدون در نظر گرفتن شروط قبلی کشورهای غربی رضایت جامعه جهانی را جلب کند چه خواهد بود. این سوال را با دکتر رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای مطرح کردیم. در مورد پیدا کردن نقطه شروع مذاکرات، طبیعتاً بین نظرهای جمهوری اسلامی و انتظارات گروه 5+1 تفاوت‌هایی هست. اگر یک نگاه به عقب بکنیم می‌بینیم که در مسکو ایران پیشنهاداتی رو به صورت مدون به گروه 5+1 تسلیم کرده که در اون انتظارات زیادی میره برای برآوردن و طبیعتاً جامعه جهانی آمادگی پاسخ دادن به این مسائل رو نداره و علاقمند در مورد مسائل اتمی ایران با نمایندگان جمهوری اسلامی صحبت بکنه. در آلماتی 1 و بخصوص در آلماتی 2 پاسخ داده میشه به اون پیشنهادات و به ایران اعلام میشه که ما انتظاراتمون اینهاست و سرفصل این انتظارات تعطیل فردو، خارج کردن 200 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% و پرداختن به مسائل حساس برنامه‌های اتمی ایران، من جمله پیوستن به پروتکل الحاقی و همینطور تعطیل کارخانه راکتور آب سنگین عراق است. حالا جمهوری اسلامی میگه که من پیشنهادات تازه‌ای دارم. اگر این پیشنهادات به خواسته‌های فوری و بلافصل جامعه جهانی جواب نمیده و اونطور که آقای کوسری در مجلس و همینطور آقای عراقچی به عنوان نماینده اصلی و مذاکره کننده اصلی ایران حالا اعلام میکنه، چه چیز دیگر ایران برای پیشنهاد کردن به جامعه جهانی داره؟ پیشتر از این دو شخص آقای روحانی هم گفته بود که غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز ماست و ما میخوایم که حق ما در مورد غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته بشه. تأیید این حق به معنی باطل اعلام کردن تمام قطعنامه هایی است که از سال 2006 تا کنون در شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسیده. توجه داشته باشید یک گروه 5+1 یک گروه حقوقی نیست. با این حال طرف های مذاکره کننده با ایران آمادن با همه تجهیزات و آمادگی به نیازهای بلافصل ایران پاسخ بدن، ولی در چارچوب محدودیت هایی که دارن. حالا اگر ایران هم محدودیت هایی برای خودش قائل برای برآوردن خواسته های جامعه جهانی، مذاکرات به همون نقطه ای برمیگرده که 6-7 ماه پیش رها شده بود، یعنی در آلماتی 2. بنابراین گشایشی برای رفتن بیرون از این بنبست نبایستی انتظار داشت و این اون چیزی نیست که میتونه مشکلات اقتصادی امروز ایران و مسائل فوری دولت جمهوری اسلامی رو حل بکنه. از آقای تقی‌زاده همچنین پرسیدیم حضور آقای زوبین که مسئول پیگیری اجرای تحریم ها علیه ایران است در هیئت آمریکایی حاضر در ژنو نشانه چیست؟ آقای ظریف در طول اقامت 10-11 روزه خودش در نیویورک در حاشیه 68 نشست مجمع عمومی طبیعتاً به غیر از مذاکرات اعلام شده، گفتگوهای اعلام نشده هم با طرفهای مقابل خودش بخصوص با مقامات غربی من جمله گروه آمریکایی ها داشته و طبیعتاً در این مذاکرات اعلام آمادگی کرده برای پاسخ دادن به نیازها و انتظارات جامعه جهانی در مورد برنامه‌های اتمی ایران. طبیعتاً همه این انتظاراتی رو که او برای غرب ایجاد کرده در ایران آماده اعلام شدنش نیست. با اونچه که اعلام میشه طبیعتاً با اونچه که در کلیات بهش اشاره شده در نیویورک تفاوت داره، ولی با همه انتظاراتی که آقای ظریف در طول اقامت خودش در نیویورک و همینطور آقای روحانی با صحبتهایی که پیش از رفتن به نیویورک و زمان اقامت در اونجا داشته، این انتظار در غرب به وجود اومده که واقعا دولت روحانی در مورد پرونده اتمی حداقل رفتارش با دولت احمدی نژاد متفاوته. حالا آمریکا برای اینکه با آمادگی کامل به این مذاکرات قدم برداره و انتظار داره که طبیعتاً پیشنهادات متفاوتی از گروه ایرانی دریافت بکنه، میخواد همه ابزارهای لازم رو
برای پاسخگویی متناسب با این تحولات همراه داشته باشه. رفتن نماینده عضو خزانه‌داری آمریکا به مذاکرات که مسئول اعمال تحریم ها و تعیین تحریم ها علیه ایران هست، نه نشانه خوشبینی بی خودی است و نه نشانه منفی است برای تشدید تحریم ها، نشانه آماده بودن دولت آمریکا است برای مشاوره بلافصل با کارشناسی در این زمینه که اگر انتظاراتی که از ایران دارن در جلسه دو روزه برآمد، طبیعتاً متناسب با این انتظارات پاسخگو باشن و به هیئت ایرانی بگن که ما در کدام یک از بخش‌ها اختیار داریم یا امکان داریم که تحریم‌ها رو تضعیف بکنیم. این به معنای تشدید تحریم‌ها نیست، به معنای اعلام آمادگی است برای پاسخ متقابل دادن به هیئت ایرانی در مقابل پیشنهاداتی که از اونها دریافت میکنن. با این اقدام دولت آمریکا همه آمادگی لازم رو برای هماهنگی با پیشنهادات احتمالی ایران در گروه خودش ایجاد کرده. حالا عملا بایستی دید که آیا ایران پیشنهاداتی در حد انتظار و در حد آمادگی که غرب برای خودش ایجاد کرده همراه به ژنو خواهد برد یا خیر. این پرسشی است که شاید در شامگاه روز سه‌شنبه در ژنو بایستی انتظار و پاسخ اون رو داشته باشیم. صحبت‌های دکتر رضا تقی‌زاده را می‌شنیدیم در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1. و حالا اخبار کارگری امروز. یک فعال کارگری در خوزستان 6 ماه حقوق 120 کارگر کشتی سازی اروندان در سال جاری به تعویق افتاده است. عضو اتحادیه کارگران بندر امام 400 کارگر پیمانی پتروشیمی رازی با شرکت پیمانکاری قرارداد امضا نکردند. دبیر شوراهای اسلامی کار تهران اعضای کارگری هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در برابر کارگران بیمه شده مسئولیت دارند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از احتمال قطع کامل پرداخت یارانه‌های نقدی خبر داد. آقای نوبخت میگوید که دولت 11 برای پرداخت یارانه‌های نقدی با 1000 میلیارد تومان کسری بودجه روبروست و این کسری بودجه تنها با افزایش قیمت‌ها تأمین خواهد شد. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری این سخنان را شب گذشته در تلویزیون دولتی ایران مطرح کرد. او تاکید کرد که مجلس دولت را موظف به افزایش قیمت‌ها کرده، اما این موضوع تا کنون اتفاق نیفتاده است. سخنگوی دولت در این حال درباره قطع کامل یارانه‌ها هشدار داده و گفته است اگر مطالبات به طور کافی صورت نگیرد، امکان روی دادن این اتفاق وجود دارد. آقای نوبخت تاکید کرد که چند دهک ثروتمند باید از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حذف شوند. و همچنین خواستار برخورد عادلانه و منطقی با این مسئله شد. یارانه نقدی مهر ماه سومین نوبت از پرداخت نقدی یارانه ها در دولت 11 به ریاست حسن روحانی است. ما با یه برنامه آمدیم که هرچه سریعتر بتونیم مشکلات مردم رو تقلیل بدیم. مواجه شدیم با این واقعیت که هر ماه 3500 میلیارد تومان به همه جمعیت ایران، اجازه بدید بگم بیش از جمعیت ایران، بنا به آنچه که آمارها بیان میشه ما باید توضیح بکنیم. من توضیح دادم که فردا 21 هست بله. و پس فردا 22. رسم بر اینه که 22 هر ماه 3500 میلیارد تومان پول بین خانوارهای ایرانی تقسیم بشه. 3500 میلیارد تومان، در حالی که من آخرین آماری رو که الان دریافت کردم در با توجه به اون رقمی که از بودجه دولت برداشته میشه 2500 میلیارد تومان هست. یعنی 1000 میلیارد تومان کسری داره. کسر هست. آیا زنگن احتمالاً باید جورش بکشن دیگه؟ نه، اینطور نیست. باید قانون رو رعایت بکنیم، یعنی نباید از محلهای دیگری که قانون اونها رو منع کرده به صرف این که این پول رو بپردازیم. من تردید ندارم اگر من خدمتون عرض بکنم که این راه غیر قابل استمرار بوده حتی در دولت گذشته. یعنی تا یه حد ما میتونیم با استفاده از منابع مختلف، مثل یه خانواری هست که تا یه حدی میتونه با
فروش اساسی خونش، بالاخره زندگیش رو بگذرانه. محمود دهقانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران میگوید این قرارگاه همکاری با دولت حسن روحانی را به صورت جدی دنبال میکند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهقانی ضمن دفاع از عملکرد قرارگاه خاتم الانبیا در حوزه اقتصاد تاکید کرده که حرفهای غیر کارشناسی را قبول ندارد و انتقادها از عملکرد این نهاد اقتصادی نظامی را غیر اصولی و نادرست توصیف کرده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور قرارگاه خاتم الانبیا در حوزه‌های مختلف اقتصادی را مانع فعالیت بخش خصوصی و فسادآور می‌دانند. در سالهای اخیر بسیاری از پروژه‌های کلان اقتصادی ایران بدون برگزاری تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران واگذار شده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار به دست گرفتن چند پروژه بزرگ ملی از طرف سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا شده بود. سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. وزارت اطلاعات یک گروه 63 نفره را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در کرمان دستگیر کرده است. دادگاه تجدید نظر بهروز آلخانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی ارومیه، مجدداً به تأخیر افتاده است. وکیل مدافع عماد بهاور از کاهش محکومیت موکلش از 10 سال به 7 سال حبس خبر داد. بهنام چگینی از فعالان اصلاح طلب عراق و عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی به تحمل 9 سال زندان محکوم شده است. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی میگوید در صورت تصویب نشدن بودجه آمریکا تا 5 روز دیگر بحران اقتصادی این کشور وارد مرحله بسیار خطرناکی می شود که آثار مصیبت باری بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیم یونگ کیم که در پایان نشست سالانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سخن می‌گفت، تأکید کرد که اقتصاد کشورهای توسعه یافته نیز می‌تواند در اثر ادامه روند فعلی در آمریکا آسیب‌های جدی ببیند. کنگره آمریکا در پی اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانسته بود سال جدید مالی را تصویب کند. اختلاف بر سر لایحه قانون بیمه همگانی است که یکی از مهمترین موارد مطرح شده در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 سال پیش بود. مجلس نمایندگان که در دست جمهوری خواهان است، برای موافقت با لایحه بودجه خواستار تعویق اجرای طرح بیمه همگانی به مدت 1 سال است. تصویب نشدن بودجه بخش‌های خدماتی دولت آمریکا را به تعطیلی کشانده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تنها برای پوشش نیازهای کشور تا روز 16 اکتبر یعنی 24 مهر نقدینگی در اختیار دارد. با گذشت نزدیک به 2 هفته از تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا، دولت مردان این کشور هنوز نتوانستند به توافق عمده‌ای دست پیدا کنند. چنانچه در تاریخ 17 اکتبر سقف استقراض دولت آمریکا افزایش نیابد، این دولت برای بازپرداخت بدهی خود به وام دهندگان و اداره امور جاری با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. در گفتگویی با دکتر مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، از ایشان پرسیدیم عواقب تأخیر در حل بحران در داخل آمریکا چه خواهد بود؟ ما الان اگر نگاه بکنیم در همین مدت کوتاه می‌بینیم که شاخه‌های گوناگونی از خدمات و برنامه‌هایی که دولت فدرال در آمریکا داره، اینها یا کاملا متوقف شدن یا بسیار حدودشون رو کوچیک کردن. انظر میزان خدماتی که مثلا در آموزش، راهسازی، خدمات بهداشتی و حتی یک سری مسائلی که مربوط به جهانگردی و خدماتی که به خدمات بانکی دولت فدراله، اینها اثر گرفته. ولی این ابتدای کاره. اگر کنگره یا اون بخش محافظه کار و رادیکال حزب جمهوری خواه همچنان بخواد اینجا به گرانگان کشی ادامه پیدا بکنه، ما در سطح داخل امریکا شاهد این خواهیم بود که
طبقه سودرآمد به شدت صدمه ببینه، چون مرحله بعدی برنامه هایی که اثر خواهند گرفت این برنامه های خواهند بود که برای افرادی که یا در بیکاری موقت یا در بیکاری طولانی یا در کار هستن به خاطر درآمد پایین به کمک های دولت فدرال احتیاج دارن، از قبیل تمبر برای خرید غذا، یعنی کوپن برای خرید غذا و برنامه های مشابه. و این خطرش اینه که اگر این ادامه پیدا بکنه، و شاید حزب جمهوری خواه هم همینو میخوان که اون گروهی اجتماعی، اون طبقه‌ای که معمولا به طرف حزب دموکرات تمایل داشتن، اینها بیشترین صدمه رو ببینن زیر مدیریت یک رئیس جمهور دموکرات. و این خب هزینه اقتصادش خیلی خواهد بالا خواهد بود، ولی از نظر سیاسی شاید یک سناریوی مورد پسند این گروهی باشه که اقتصاد، یعنی برنامه ریزی دولت فدرال به این شدت الان فلج کردن. علاوه بر رئیس بانک جهانی، سه روز پیش نیز صندوق بین المللی پول با اشاره به امکان بازپرداخت نشدن بدهی های دولتی آمریکا و تصویب نشدن لایحه پیشنهادی کاخ سفید در کنگره اعلام کرده بود که تبعات تعطیلی بخشی از دولت آمریکا به اقتصاد جهان ضربه جدی وارد می کند. از دکتر عمادی همچنین پرسیدیم چرا بحران بودجه در آمریکا می تواند تا این اندازه بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشد. اینکه هنوز امریکا بزرگترین اقتصاد جهانی، مهمتر از اون که ما همیشه فراموش میکنیم، امریکا کشوریه که از طریق آزاد گذاشتن نسبی بازارهای خودش در دسترس کشورهای صنعتی و در حال صنعتی مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، مثل چین الان ممکن کرده برای این کشورها که از طریق افزایش صادرات رشد صنعتی پیدا کنن و از حالت عقب مانده اقتصادی بیرون بیان. و این یک واقعیت اقتصادیه. اگر از اقتصاد امریکا به این صورت پیش بره، اتفاقی که خواهد افتاد اینه که توان اقتصاد امریکا به خاطر افزایش بیکاری برای ادامه واردات از این کشورها به شدت پایین خواهد رفت. این یک کاناله که این کشور اقتصاد جهانی رو به صورت منفی اثر خواهد گذاشت. کار دوم اینه که بعد از بحران‌هایی که ما در اتحادیه اروپا داشتیم، دلار دو مرتبه تبدیل به ارز حاکم بازارهای پولی و بانکی شده و ادامه این بحران در اقتصاد امریکا باعث خواهد شد که ما یک شاهد فرار صاحبان ذخیره پولی که این ذخیره ها رو به صورت دلار نگه داشتن خواهیم بود، به خاطر اینکه اینا نگران خواهند بود که با وضعیت اقتصاد امریکا به این صورت دولت فدرال نخواهد تونست بخشای قرضهای ملی رو بدن و این ذخیره هایی که اینا نگه داشتن قرض خریدن اینا شروع به فروش خواهند کرد. این باعث خواهد شد که هم ما شاهد کاهش ارزش دلار باشیم و هم شاهد این باشیم که یک تمایل بسیار گسترده در اقتصادهای دنیا خواهد بود برای نگه داشتن دلار به عنوان یک ارز مطمئن. و چون الان ما ارز موازی، ارز مشابه نداریم، این ایجاد ناامنی خواهد کرد و ما شاید شاهد بازگشت خرید طلا بشیم که این خیلی بده برای اقتصاد جهانی، چون سرمایه گذاری نخواهد شد در صنایع. و بخش دیگرش اینه که توان اقتصاد جهان برای داد ستدهای مثلا خرید نفت خیلی صدمه خواهد دید، چون بسیاری از کشورها هستن که به راحتی حاضر نخواهند بود که مثلا یورو رو قبول کنن یا ین رو قبول کنن به عنوان ارز پرداختی برای فروش نفتشون. یک زمین لرزه و یک تکانی ما خواهیم دید در اقتصاد جهانی که این تکان بسیار منفی خواهد بود. و به نظر من مهمتر از گفته رئیس بانک جهانی این یادآوری رئیس صندوق پوله که خطر یابی این که اگر دلار زیر فشار قرار بگیره شکنندگی اقتصاد جهانی باز خواهد گشت، این یادآوری بسیار به جا و مهمیه. صحبت‌های دکتر مهرداد عمادی را شنیدیم در رابطه با بحران‌های بودجه در ایالات متحده آمریکا. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از دو روز گفتگوی فشرده بر سر پیشنویس توافقنامه امنیتی میان دو کشور به توافق رسیدند. این توافقنامه که دستیابی به آن را حامد کرزی و جان کری در یک کنفرانس خبری اعلام کردند، امکان ادامه حضور بخشی از نیروهای امنیتی را در افغانستان تا پس از سال 2014 فراهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پیشنویس تهیه شده بنابر درخواست آمریکا، بندی اضافه شده که به نیروهای آمریکایی مسئولیت پیگرد قانونی در افغانستان را می‌دهد.
گنجاندن این بند میتواند در برابر دستیابی به توافق نهایی میان آمریکا و افغانستان چالش ایجاد کند. قرار است این پیشنویس در شورای عالی قبایل افغانستان به رأی گذاشته شود. صدها نفر در شورای عالی قبایل افغانستان مشارکت میکنند. از این رو نتیجه رأی‌گیری بر سر پیشنویس توافقنامه امنیتی با افغانستان قابل پیش بینی نیست. سلسله انفجارهای امروز در مناطق شیعه نشین عراق بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوات العراق، عمده انفجارها در شهرهای حله و کوت روی داده است. در کوت 3 خودروی بمبگذاری شده منفجر شده است. شامگاه گذشته هم انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بازار ارموشیه در مرکز سامرا دست کم 15 کشته و 43 زخمی بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارهای زنجیره‌ای را بر عهده نگرفته، اما در ماه‌های اخیر فعالیت گروه‌های مسلح سنی مذهب شدت گرفته است. نتیجه خشونت‌های مذهبی در عراق در سال جاری میلادی دست کم 6000 کشته بر جای گذاشته. مسئله‌ای که نگرانی‌ها از آغاز جنگ داخلی را زنده کرده است. دست کم 50 نفر در درگیری‌های 3 روز گذشته میان گردان ابابیل وابسته به ارتش آزاد سوریه و نیروهای دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده در شهر حلب کشته شدند. ارتش آزاد سوریه گروه اصلی مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که از سوی غرب پشتیبانی می‌شود، در حالی که گروه دولت اسلامی عراق و شام شامل شمار زیادی از جهادی‌های غیر سوری است. این درگیری‌ها کار مخالفان حکومت سوریه را برای سرنگونی این نظام دشوار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حومه جنوبی دمشق پایتخت سوریه هم درگیری میان نیروهای حزب الله لبنان و گردان ابوالفضل لباس متشکل از شیعیان عراق شدت یافته است. گزارش ها از کشته شدن 120 تن در این درگیری ها حکایت می کند که 10 تن از آنها غیر نظامی هستند. و حالا نوبت می رسد به یک جمله یک خبر. احمد خاتمی: سیاهی لشکرها و معرکه گردانان فتنه 88 دور دولت حلقه زدند. رئیس مجمع طلاب و نمایندگان حوزه علمیه قم: امروز در کنار فسادهای دنیا، وضعیت ایران با عطر عبادتهای مردم متفاوت از دیگر کشورهاست. بخش جنوبی دریاچه ارومیه تا پایان شهریور ماه آینده خشک می شود. این صحبت را دکتر ناصر آق، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده است. به گفته آقای آق، نخستین گام کارگروه نجات این دریاچه می بایستی برنامه ریزی و حرکت به سوی مدیریت علمی دریاچه ارومیه باشد. کارگروه نجات دریاچه ارومیه بعد از نخستین جلسه هیئت دولت 11 و به دستور حسن روحانی تشکیل شده است. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آبشور دنیاست. بر اساس آخرین گزارش مجلس، تا تیر ماه 1392 بیش از 75% از آب این دریاچه خشک شده است. امسال روز جهانی حافظ با تقدیر از یک حافظ شناس ایتالیایی در تهران برگزار شد. در این مراسم که شامگاه دیروز در مرکز فرهنگی شهر کتاب و با حضور رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا برپا شده بود، از ترجمه دیوان حافظ به زبان ایتالیایی که به تازگی به همت پروفسور کارلو ساکونه صورت گرفته رونمایی شد. آقای ساکونه در این مراسم به تأثیر گوته، شاعر آلمانی، بر شناخت اروپایی ها از حافظ اشاره کرده و گفته که بیشتر خوانندگان اروپایی و یا مسیحی در مواجهه با شخصیت های مذهبی دیوان حافظ به ویژه مغها دچار حیرت و یا تشویش می شوند، زیرا آنچه می خوانند با آنچه می شناسند متفاوت است. خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی، متخلص به حافظ، غزل سرای نامدار ایرانی، حدود سال 726 هجری قمری در شیراز متولد و بنابر پاره ای از متون تاریخی در سن 66 سالگی در همین شهر درگذشت. هر سال 20 مهر ماه به عنوان روز جهانی بزرگداشت حافظ شناخته می شود. شاعری که غزلهایش الهام بخش مجموعه بزرگی از موسیقی ایران است. سر به چمان من چرا، سر به چمان من چرا، من چمان نمی کنم همدم کنم.
نوبت رسید به نرخ امروز سکه و ارز در بازار تهران. امروز دلار با 100 ریال کاهش نسبت به روز شنبه در بازار تهران 30250 ریال فروخته شد. پوند با کاهش 50 ریالی 48650 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو با 150 ریال کاهش نسبت به روز شنبه 40950 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 20000 ریال کاهش نسبت به روز شنبه 9300000 ریال در بازار تهران معامله شد. ممنون از اینکه با این مجموعه خبری همراه من و همکارانم بودید. شب و روزتان خوش.